دادگاهی در مصر چهارده عضو کمیته های رسانه جنبش اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش حیات شعبه اول دادگاه ویژه مبارزه با تروریسم مصر حمزه زوبه مسئول کمیته رسانه های جنبش اخوان المسلمین و سیزده عضو این کمیته را به حبس ابد محکوم کرد این دادگاه همچنین سه عضو دیگر اخوان المسلمین را در پرونده معروف به کمیته های رسانه جنبش اخوان المسلمین به پانزده سال حبس محکوم کرد اتهام محکومان در این پرونده پیوستن به گروه تروریستی انتشار اخبار دروغ برهم زننده امنیت عمومی و حمایت مالی از گروه های تروریستی اعلام شده است به همین دلیل دادگاه دستور داده که افراد مذکور و نهاد مطبوع آنها یعنی جنبش اخوان المسلمین و کمیته رسانه‌ای وابسته به آن در فهرست افراد و نهادهای تروریستی قرار گیرند بر اساس حکم این دادگاه مقرهای اخوان المسلمین و کمیته رسانهای آن در استان اسکندریه و در داخل و خارج مصر باید بسته شود و محکومان باید در دورههای پنج ساله بازپروری شرکت کنند شورای وزیران دولت مصر دی ماه سال 1393 اخوان المسلمین را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. حسام ایسا معاون وقت نخست وزیر مصر در این باره اعلام کرد که شورای وزیران تصمیم گرفت جماعت اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کند. وی اخوان المسلمین را گروه جنایتکار و عامل ناآرامی در مصر دانست و گفت این گروه تعدادی پلیس و شمار زیادی از شهروندان مصری را به قتل رسانده است. پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مورد حمایت اخوان المسلمین از سوی ارتش در سوم ژوئیه 2013 شماری از رهبران و شخصیت های برجسته این گروه به زندان افتادند و با اتهام‌هایی از جمله مشارکت در کشتار مردم و تخریب اموال عمومی روبرو شدند اخوان المسلمین در آن سال برکناری محمد مرسی را کودتای نظامی خواند و خواهان بازگشت وی به قدرت شد.